چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق. همیهنان گرامی سلام، من محمد حسیوی هستم و امروز سه‌شنبه دوم دی ماه 1393 یا 23 دسامبر 2014 میلادی است. در این روزهای پایانی سال 2014 میلادی باعث افتخار من هست که در خدمت آقای دکتر ناصر زرافشان گرامی، همونطور که اعلام کرده بودم، هستیم و سوالات بسیاری در رابطه با آنچه که در سال 2014 گذشت و همچنان در حال گذشتن هست، خبرهای روز در این موارد از ایشان سوال خواهم کرد و یک مسئله رو که باید عنوان بکنم، برنامه‌ای که امروز صبح با آقای دکتر رئیس دانا داشتیم، یعنی دیروز صبح با آقای دکتر رئیس دانا داشتیم، به علت گرفتاری های یوتیوب اشکال داشت و این اشکال برطرف شده و الان قابل شنیدن هست. پس از این توضیح بار دیگر به آقای دکتر ناصر زرافشان گرامی سلام می کنم و میکروفون رو به ایشان می سپارم تا صحبتی، اگر صحبت اولیه با شما دارن، بکنن و من آماده میشم برای سوال اول. آقای دکتر سلام میکنم و میکروفون رو به شما واگذار. سلام از من، درود بر شما. مایه مباهات منه که با شما و با دوستانی که از طریق شما صدای من رو میشنوند گفتگو میکنم و خوشحالم که مجددا خدمتتون هستم. آرزوی سلامتی برای شما و برای همه انسان دارم در خدمت. تشکر. عرضم به حضورتون آقای دکتر، همونطور که حتما اطلاع دارید، چندی است که در سنای امریکا آمدن مطرح کردند و 1100 صفحه گزارش آماده کردند که از بعد از جریانات مربوط به 11 سپتامبر و اون حمله به برج‌های نیویورک شکنجه کرده CIA و مسئله‌ای که پافشاری می‌کنند متأسفانه این استش که این شکنجه‌ها فقط از اون زمان تا حالا بوده و دوم اینکه هی اصرار دارن بگن که فایده‌ای هم نداشته، برای اینکه اقراری هم
نتوانستن از کسانی که دستگیر کرده بودن بگیرن. حالا نمیگن که فایده داشته یا نداشته، کسانی که زیر شکنجه مردن، کسانی که زیر شکنجه نقص عضو شدن، اونا رو اصلا به اشاره هم نمی کنن. ولی سوال اصلی من آقای دکتر از شما اینه که آیا واقعا شکنجه ها مربوط به اون واقعه حمله به برج های تجارتی نیویورک هست از اون وقت تا به حال، یا اینکه نه قدمت بیشتری داره آقای دکتر؟ از خدمتتون موضوع روشنه. عمر شکنجه به اندازه عمر تاریخ بشری در دید دراز مدت کلی، حالا صرف نظر از ایالات متحده یا قبل از او در اروپا یا جاهای دیگه، شکنجه به اندازه تاریخ قدمت داره. اینا همه میدونن، هر بارها مستندات رو عرض کنم حضور عزیزتون، تاریخش هست. تا آنجا هم که ما میدانیم بعد از جنگ علل اصول تازه ترین شیوه های بازجویی و شکنجه، به خصوص با اتکای بیشتر بر فشارهای روحی و روانی برای شکستن کسانی که تحت بازجویی بودند، رو امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بقیه دنیا یاد دادن. حتی در خود ایران هم آنچه هنوز تا امروز ما داریم یادگار و میراث آقایان هست که بعد از کودتای 28 مرداد آوردن، آموزش دادن، در ایران ساختند زندان ها رو، روش ها رو آموختند به شکنجگران اون سیستم ها و از اونها به رسید. چندان هم نباید شما انتظار داشته باشید که توی فعالیت های تبلیغاتی حرفی زده بشه که تشیزی ارزش تاریخی و علمی داشته باشه. خب اون صحبت هایی که میکنن بحثای تبلیغاتی است و عرض کنم حضور عزیزتون تاریخ قضیه و مستندات علمی و تاریخیش فراوان و روشنه. به خصوص از جنگ دوم به بعد سلسله جنبان این نوع قضایا در دنیا امریکایی ها به اسرائیلی ها بود. کاملا فهمشون درسته. شکنجه های ایران در زمان شاه رو همانطور که فرمودید اسرائیل و مامورین امریکا آمدن آموزش دادن به افراد سابق و تحت فرماندهی آنها شکنجه رو آغاز کردن، در حالی که شکنجه‌گرای ایرانی شکنجه می‌دادن، معلمین شکنجه اسرائیلی و امریکایی بالای سرشون وایساده بود. بگذاریم از این مسئله. فرمایش شاید شیوه های نوینش تو ایران هم شکنجه متاسفانه تو تاریخش بوده، شیوه های نوین شکنجه کردن و فشار آوردن به کسانی رو که اصیل دولت ها و قدرت های حاکم بودن بعد جنگ عموما امریکایی ها به اسرائیلی ها تاریخ کردن. و حتی نوع ساختمان زندان هامون هم چیزایی تازه‌ای که در معماری ایران مرسوم نیست وجود داشت تو ساختمان زندان ها که نشون میده حتی طراحی شکنجهگاه ها هم به وسیله کسانی صورت گرفته که ایرانی نبودن و با معماری ایرانی آشنایی نداشتن. آفرین بر شما. شما این یکی رو حداقل امتحان کردید، میدونید. متشکرم. من یه مصداقش رو بفرمایید. وقتتون رو میگیرم ولی بفرمایید. مصداق روشنش رو بگویم که زمانی در امین توی بحث انفرادی سر و صداهایی بلند شد و به زودی ما دریافتیم که این سر و صداها مربوط به مرحوم طالقانی، برای اینکه صدای ایشون بم و پرتنین بود، مشخص بود، میشنم. بعد روشن شد که برای استفاده از سرویس های بهداشتی و دستشویی
ظاهرا در ایران مرسوم است که توالت ها رو طوری میسازن که وقتی فرد از اینها استفاده میکنه رو به قبله قرار نگیره. بله بله. طالقانی ضمن مراجعه به یکی از اینها متوجه شده بود که رو به قبله است و سر و صدای اعتراضش بلند شده. گذرات رفتن، نمیدونم شلنگی وسائلی، خلاصه تمهید و تهیه کردن مسئله رو یه جوری حل کردن و این موجب شد که ما متوجه بشیم که مرحوم طالقانی رو هم آورده هم. اما میخوام بهتون بگم که همین امر نشون داد معماران این ساختمان زندان اوین ایرانی نبودن. معمار ایرانی به طور سنتی خود به خود طور میسازه که توالت ها اون وضع رو نرسه. البته این همیشه این طور توی نمونه خدمتون هست کردم کاملا کسانی که در جریان بودن و نوعی درگیر این قضایا بودن میدانن که بعد از جنگ اصولا در جنگ ویتنام قبل از اون توی جنگ کره از به حضور عزیزتون که بعدش تا امروز هم اکنون مگر در زندان‌های زندان گوانتانامو مگر همین با زور غذا از طریق لوله به معده زندانیان فرستادن این خود شکنجه. این زندان گوانتانامو قرض از عرض من این بود. بله عرض کردم همین شکنجه بسیار قدیمی تر از این فرمایشون درسته. عرض کردم که همین امروز ادامه داره، همین امروز ادامه داره در گوانتانامو و جای دیگه. 11 سپتامبر مسئل آغاز نشده بسیار خوب، خیلی ممنونم. مسئله دومی که میخوام بدون توضیح، واقعا توضیح لازم نداره، همه میدانن این رو، راجبش میدانن که چه فشاری بر گرده مردم در ایران قرار داره و اون رابطه داره با مسئله اتمی ایران چنان که گفته میشه و مسئله غنیسازی اورانیوم و مسئله گفتگوها که هی کش میدن، در این حالی که میگن کش دادن ولی مذاکرات پشت صحنه اخبار میاد که ادامه داره. و این هدف از این تمدیدها آقای دکتر و به طور کلی این مسئله رو چگونه شما میبینید؟ حقیقت امر این است که من گمان میکنم آنچه اهمیت داره در روابط بین ایران و قدرت‌های غربی اجرای یک برنامه تام و تمام تعدیل ساختاری که ما رو به قافله نظام اقتصادی حاکم بر جهان وصل میکنه، مرتبط میکنه و تمام آثار و عواقب آیندهش رو تحمل خواهیم کرد. داستان هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای که خیال میکنم زودتر از اینها، پیشتر از اینها در واقع یه جوری حل و فصل شده، بیشتر سناریویی که برای آماده ساختن تدریجی افکار عمومی توی هر دو تا کشور و برای هر دو طرف قضیه دارد اینجوری خورده خورده واگشایی میشه و روی صحنه میاد. ولی آنچه که اهمیت دارد این است که از که بارها هم من گفتم یک برنامه تعدیل ساختاری در محورهای اساسیش خصوصی سازی ها، آزادی واردات بی حد و حساب و حساب و حساب، کنار گذاشتن هر گونه الگوی ملی توسعه در برابر این برنامه های تعدیل ساختاری که با توجه به منافع و اهداف سرمایه بزرگ مالی بین المللی تدوین و تنظیم شده است، نه با توجه به منافع و اهداف ملی ما، کنار گذاشتن هر گونه الگوی توسعه ملی به سود این برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی قیمت ها برای اینکه سرمایه های تجاری که از بیرون میان در بازار اینجا بتونن چیزی عاید خودشون بکنن. حضور عزیزتون عرض کنم که اصلاحات مالیاتی به قول خودشون، تمام
محورهای مختلف این برنامه در حال اجراست که ما را به طور یکسره وصل میکنه به اون سیستم حاکم و تمام عوارض و آثار بحرانیش که وارد خواهد شد همراه این تعدیلات ساختاری. ضمناً من این رو هم عرض بکنم که فکر میکنم دیگه مقابله با اون چیزی که در جهان جریان دارد و همه دنیا رو بحرانی کرده در چارچوب ملی و با الگوهای توسعه ملی و با مقاومت‌هایی که در محدوده جغرافیای یک کشور و به طور ملی صورت میگیره دیگه چندان موثر نیست و وقتش خورده خورده رسیده که در سطح جهانی برای این سیستم و بحرانی که همراه خودش آورده و روز به روز تشدید میشه فکری بشه. ظاهرا راه حل‌ها هم باید در اشل فراملی و در اشل بزرگ صحبت بشه. یادتون هست روز روزگاری از برخی جنبش‌های ضد سرمایه‌داری از وضع یک مالیاتی که آتاک میگفت مالیات بر سرمایه حمایت میکردن، بعضی دیگه برگشت به سیاست‌های حمایتی رو توصیه میکنن، بعضی دیگه، ولی در هر صورت آنچه که محرزه اینه که طی 20 سال گذشته فاصله بین فقیر و غنی، فاصله بین ثروتمندان و مستمندان، فاصله بین نرخ رشد ملی و بازده سرمایه روز به روز بیشتر شده و این کل نظام جهانی سرمایه داری رو با بحران روبرو کرده است و هر روز که شما جلوتر میرید ضرورت این که یه راه حلی برای این قضیه، حتی کسانی که معتقد به حفظ چارچوب سرمایه داری هستن، اقتصاددانان یا سیاستمدارانی که به حفظ اون چارچوب معتقد هستن، این ضرورت رو هر روز مؤکدتر بیان میکنند که چارنل دارد این سیستم به سمت بحران میره و به نظر میرسه دیگه مقاومت هایی هم که در چارچوب ملی و کشوری در قالب الگوهای توسعه ملی هر کشور در مقابل این سیستم میشد کارساز نیست و باید در اشل کلی فکری براش کرد. در هر صورت این رو میخواستم عرض بکنم که آنچه مهم و عمده هست اجرای برنامه تعدیل ساختاری که ظاهرن خیلی زودتر از اینها در موردش توافق شده و اجراش در محورهای مختلفش در جریانه. بحثایی مثل بحث هسته‌ای که او هم جزئی در واقع از این تغییر و تحول کلی و عمومی هست بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی. ممنونم که توضیح کافی و کوتاه به خاطر وقت کمی که داریم دادید، از شما ممنونم. مسئله دیگه‌ای که میخواستم از جناب علی سوال کنم مسئله ایست که خب میدونیم که امریکا رو دست راستی های امریکا، دست راستی های ایرانی مهد دموکراسی جدید میدانند و همونطوری که بهتر از من میدانید امریکا هم مدعی است که میخواد دموکراسی رو ببره به کشورهایی که دیدیم چگونه برد، لیبی و عراق و افغانستان و اینها. مسئله ای که میخوام با جناب علی عنوان بکنم، همانطوری که میدونید و من تجربه دارم چون در تظاهرات های ضد تجاوزات دولت امریکا شرکت میکنم، همیشه هر شانسی که پیدا کنم، هیچ وقت خطری جانی ما نداشتیم در تظاهرات. خب پلیس بود، باتون احتمالاً بود، یعنی به کار ممکن بود ببرن، یا گاز اشکاور یا حد اکثر ماشین های آپاش. اما این روش در این دموکراسی مسخره به کلی زیر و رو شده این روزها. جریان فرگوسون رو و اعتراضات مردم
از فرگوسون تا سراسر شهرهای بزرگ امریکا رو اطلاع دارید جناب آقای، و به کار بردن اسلحه باور بکنید، یعنی از سوی پلیس، به کار بردن اسلحه از سوی پلیس باور بکنید. من در جاده ها که در امریکا پلیس اگر متوقفم بکنه، جرأتی که یک کلام، نه من نه کسی دیگر، نه تنها در تظاهرات بلکه روبرو شدن با پلیس راه، با پلیس خیابان، حالا بعد میاد تا به تظاهرات اصلا زیر و رو شده آقای دکتر، با آخرین وسایل نظامی به جان مردم میافتن همانطوری که میدانید. این در مورد این نوع دموکراسی که شاهدیم میخواستم جنابالی توضیحی بدیم. بله شما خودتون گفتید، من نفهمیدم چه چیزی این وسط مبهم یا تاریکه که باید روشنش کرد. آنچه باید گفت رو گفتید. این بحث دموکراسی هم این کلمه به قدری از ناحیه شریرترین دشمنان دموکراسی سوء استفاده شده، تعرض شده، که اصلا از کار بردش در معنایی که غربی به کار میرن آدم چندشش میشه. امریکا حسابدار بزرگترین تلهای نعش انسان در 50 ساله 60 ساله بعد جنگ دوم تا حالا، حسابدار بیشترین تجاوزات در سر تا سر دنیا، بیشترین کودتاها، بیشترین ترورها، قتلها، از کودتای 28 مرداد در ایران بگیرید و بیایید تا در امریکای لاتین، در آفریقا، در هر جایی، کسی که نمیتوند اونچه که توی افریقا، تو آسیا، تو امریکای لاتین اتفاق افتاد، میگه اونچه در شیلی اتفاق افتاد، اونچه در اندونزی اتفاق افتاد، اونچه در سر تا سر امریکای لاتین، میگه فراموش شدنی است. من تا صحبت کردم به اندازه کافی در مورد این صحبت شده. صحبت کردن از دموکراسی و ایالات متحده تحقق آور فقط واقعا نیست. من نمیدونم توی بحث یکی دو دقیقه بحث این انقدر راجع بهش بحث شده که یکی دو دقیقه چیزی نداریم بهش اضافه بکنیم، جز این که اون کسانی که به قول دوستی کرکس یک شبه براشون تبدیل شده به مرغ عشق، اینها در واقع از روی معرفت و اعتقاد و تحلیل حرفی نمیزنن. این سرشون توی آخرهایی است که هممون میشناسیم و میدونیم. مردم بین ارتجاع و امپریالیسم در شرایط حاضر جهان هیچ نوع انتخابی ندارن، هیچ نوع انتخابی ندارن. و اونچه که همین تنگ گوش ما در کوبانی اتفاق افتاد، واکنش مردم کرد در برابرش، کاملا نشان داد که این دوتا دستشون توی یک کاسه است و داغ باطل بر بسیاری از این یاوه‌سرایی هایی که یا در پناه امپریالیسم میخواد علیه ارتجاع قرون گذشته مقاومت و مقابله کند، یا در پناه ارتجاع میخواد علیه امپریالیسم مبارزه کنه، نشون داد که این اباطیل حرف مفته و در واقع دم به تبلیغاتی دارد. ما به اندازه کافی یه فرصت های بهتر در طول سال در این باره صحبت کرده ایم. بله. این هم هست که حالا خشونت پلیس امریکا تشدید بشه برای اینکه به بحران و به گرفتاری افتاده هم. وقتی یک قدرت اقتصادی، قدرت نظامی هم داشته باشه معمولا کم خطره، کم خطرتره، اما وقتی قدرت اقتصادی نداشته باشه، علاوه اقتصادی تضعیف بشه اما هنوز قدرت نظامی برتر باشه، اون وقت خطرناک میشه. و الان امریکا و ناتو توی همچی وضعیتی، اوضاع اقتصادی کشورهای غربی بحرانی است، خوب نیست، و از لحاظ نظامی وضعشون فوق‌العاده خوبی است، در موضع برترن. اینه که خطر ایجاد میکنه و به نظر من مردم میبینن، شاهدش هستن، احتیاجی به سند و مدرک هم نداره. نتیجهش تشدید خشونت، تشدید بحران، تنش آفرینی در سرتاسر جهان، تجاوزات نظامی و
عوارض دیگه از همین جلسه که میبینیم در داخل. تشکر میکنم آقای دکتر، اشاره کردید به کوبانی و این خود به خود مسئله داعش رو که سوال بعدی من بود پیش میاره. اون هم صحبت راجع به داعش یا در نیوز میدیای یعنی در رسانه های امریکا به نام آیسیس به نام آیس هست. بنابراین به طور کلی این داعش رو چگونه میبینید آقای دکتر؟ همونطوری که هست میبینیم داعش رو و اصلا این نوع حرکات رو با طرح امپریالیسم با پول همپیمانان یا سرسپردگان منطقه امپریالیسم یعنی عربستان سعودی شیخ نشین های خلیج فارس قطر و با نیروی انسانی اون کسانی که در منطقه سرسپرده امپریالیسم هستن اما پول عربستان و قطر رو ندارن یعنی نیروی انسانی سرویس اطلاعاتی از پاکستان، اردن هاشمی، ترکیه و دیگران علم کردن. خیلی روشنه و کسی که یه بچه تمساح رو میاره تو وان خونش باش بازی میکنه بهش قضا میده باید انتظار اینو داشته باشه که یه روزی هم که این دهن باز کنه بخواد خودش رو ببلعه. مثلا مثل روز روشنه و اگر بیرون از این منطقه کسی نمیدونه واقعا خود امریکای ساده دل رو دارم عرض میکنم قربانیان تبلیغات مسخره امریکایی اونها نمیدونن. کسانی که تو این منطقه زندگی میکنن میدونن این جنبش ها به چه شکلی با پول چه کسی با طرح چه کسی و چه جریان هایی به وجود آمد، رشد کرد، هدف اولیش چه بود، بعد از فروپاشی که اون هدف خود به خود منتفی شد حالا اینا موی دماغ شدن و عرض کردن امپریالیسم خودش باید یه فکری برای مخلوق خودش بکنه، گرچه برای تنش آفرینی برای دامن زدن به بحران ها در منطقه دارن ازش استفاده میکنن ولی گمان میکنم دودش در مرحله آخر بیش از همه به چشم خودشون رفته و خواهد رفت. کاملا فهمشون. آقای دکتر، تکلیف راست ها به خصوص در رادیو تلویزیون های لس آنجلسی یا معروف به لس آنجلسی تکلیفش روشنه، اما متاسفانه بعضی از چپ ها یا مدعیان چپ هر گونه که بخواید بهشون نگاه بکنید اینها از ساحل امن امریکا دیدم که یا شنیدم و دیدم همین یک شنبه گذشته که میگن که البته من نباید بگم ولی خوبه که مردم ایران بلند شند و چنین کنند و چنان کنند. به این گونه آدم ها شما چی میفرمایید آقای رو؟ من عرض کردم آقای حسیدی تکرار کردنشم اولا این صحبت ها و این نسخه ها گوش شنوایی ندارد اینجا در داخل ایران ندارد. اگر آبی از این حرف ها گرد شدنی کسی و چند ساله گذشته گرم شده بود، ای کاش کسانی که نشستن اون عقله های کلی که اونجا نشستن و این کلیشه ها رو مرتب نشخار میکنن از آنچه که این 30 ساله 30 و چند ساله اتفاق افتاده دست عبرتی میگرفتن. ولی من عرض کردم اولا این عنوان چپ رو به راحتی اجازه بدید به کار نبریم. بله درست میگی. هر کس هر نمیدونم برچسبی به خودش زد، چپ چیزی نیست که کسی به میل خودش یه برچسب باشه در مورد خودش به کار ببره. مستلزم یک نوع زندگی خاص، مستلزم یک نوع جهانبینی خاص، مستلزم یه حد اقل شرایطی. اما میخوام خدمتتون عرض کنم، تکرار میکنم، مردم جهان بین امپریالیسم و ارتجاع انتخاب نداره. هیچ کدوم اینا نمیتونه هیچ کدومش پناهگاهی باشه برای مبارزه مردم. چنان که در کوبانی علارغم کوچک بودن شهر، کوچک بودن منطقه، درس های بزرگی به همه داد. بسیار تصور در مردم کوبانی میخواستن از اون آموزه نولیبرالی پرهیز از خشونت عهد رو تبدیلش کردن به خشونت و پرهیزش رو موعظه میکنن. اگر میخواستن از
این تبعیت کنند در کوبانی با حمله داعش چه به سرشون میامد. کاملا درست. در کوبانی مردم نشون دادن که دست امپریالیسم و ارتجاع مذهبی توی یک کار. درست. در کوبانی مردم نشان دادند که اون آموزه های نولیبرالی معناش چه هست و اگر قرار بود دنبال اونا برم چه اتفاق بود. و نشان دادن که قدرت مردم چی؟ مردمی که با سلاح‌های سبک به یک کلاشینکوف علیه تانک جنگیدن. اما توانستن نه تنها شهر خودشون رو از لوس وجود داعش پارت بکنن، بر بسیاری از این اواتیل که اون همه نیروی تبلیغاتی و مالی صرف شده بود برای تبلیغ صرف چند دهه داغ باطل بزنن. خوبه که چشممون رو باز بکنیم و واقعیاتی رو که به طور عینی پیش چشممون جریان داره یه خود روشن‌تر ببینیم. اون هم به خصوص زنهای شجاع کوبانی. بله همشون زنها. بله همشون. بله همشون. درست میکنم. مسئله تجدید روابط امریکا با کوبا ظرف دو هفته گذشته سر زبان هاست، تعبیر و تفسیر هاست و امروز هم شنیدم که دختر آقای کاسترو گفته که اگر امریکا تصور میکنه که کوبا قراره تبدیل بشه به یک نظام کپیتالیستی مشابه امریکا اشتباه بزرگی میکنه. نظر جناب عالی چیه؟ چی در پشت صحنه است که این مسئله رو راه انداختن؟ چیزی پشت صحنه نیست آقای است. ببینید موضوع رو منه. یک تفاوت بسیار مهم، یک نکته بسیار مهم رو یه صحبت هایی که درباره این تجدید رابطه میشه کمتر شنیدم صحبت شو بکنن. امریکا ظرف این چند دهه از ابتدا هدفش سرنگونی رژیم کوبا بود. هدفش این بود که آشکارا و صراحتاً بارها بار عنوان کردن که این رژیم باید سرنگون بشه. باتیستا رو میخواستن به قدرت برگردونن یا یک کسی مثل باتیستا. امروز امریکا با رژیم کوبا، با اون رژیمی که 30 سال، بیش از 30 سال تلاش کرد سرنگونش کنه و نتوانست، داره رابطه برقرار میکنه. یعنی این رژیم رو با همین شناسنامه و با همین هویت پذیرفته و دارید میرید باشه اثبات برقرار میکنه. این شکست امریکا خیلی روشنه. خط و سیاست گذشته این بود که بارها بار گفتند که تا زمانی که این رژیم وجود داره هرگز ابدا ما با این رژیم رابطه نخواهیم. کوبا مونده سر جاش. رژیم همون رژیمه و امریکاست که داره رابطه برقرار میکنه. یعنی پذیرفتیم شکست به امریکا. این سیستم رو پذیرفت و دارید باش ارتباط برقرار میکنه. این حرفای عامیانه ای هم که مشاهده میکنه نه از تاریخ چیزی وارشونه، نه خود وقایع جاری رو با دقت نگاه میکنن. این حرفایی که فکر میکنن مثلا یه اتفاقی تو خود ایالات متحده افتاده که حالا مشابهش در مورد ایران هم، اینا ناشی از بی‌توجهی به تفاوت‌هایی است که بین کوبا با یه جای مثل ایران مثلا داره. کوبا شرایط ویژه و خاص خودش رو داره، نظامی خاص خودش، شناسنامه داره، تاریخ داره، این سیستم گذشته داره. ایران هم یه چیزی خاص خودش جدای از این. لزوما این به معنی نیست که فردا صبح در مورد ایران هم تکرار بشه. اما نکته مهم اینه که آنچه 30 سال، بیش از 30 سال برش پافشاری کرد و نشد رو سرانجام پذیرفت با این تجربه. بله خیلی ممنونم، توضیح بسیار مناسبی بود، بسیار روشن بود که چی فرمودید. آقای دکتر، ظرف 2 ماه گذشته مسائلی که مستقیما مسائل اقتصادی است، از قیمت نفت بگیرید تا قیمت روبل روسیه بگیرید تا قیمت طلا بگیرید که امروز در اخبار اومده بود، یعنی هفته پیش در اخبار آمده بود که طلا قراره تا اونسی
700 دلار بره پایین. در این حال قبل از اینکه با جناب عالی تلفن بکنم و صحبت بکنم، از یک اقتصاددان بزرگ سوال می‌کردم، ضمن اینکه عربستان سعودی اعلام کرده بوده دیروز که حتی اگر نفت 20 دلار هم در هر بشکه برسه ما به قول معروف تکمونم نمیگزه، که البته این یه ادعای تو خالی است، اعلام کرده بود اون اقتصاددان و ضمناً پال کریگ رابرت اقتصاددان و همکار پیشین دولت امریکا اعلام کرده بود که ضربه هایی که روسیه اگر بخواد میتونه به امریکا، به اروپا و اقتصاد اصولا غرب بزنه 7-8 راه رو میتونه روسیه بره که لطمه بزنه. اما از سوی دیگه باز مقاله ای اومده بود که آقای پوتین سیاستی داره که نمیخواد بهانه دست غرب بده و کار رو به یک زمستان اتمی بکشه. در واقع خیلی احتیاط میکنه آقای پوتین. جناب عالی کلن در مورد روب، در مورد قیمت نفت، در مورد قیمت طلا چی میفرمایید آقای جناب؟ این یه جنگ پولیه تمام عیاره، یه جنگ اقتصادی است، یه جنگ پولی که آدم رو یاد دهه 60 قرن 20 میندازه، یادتون هست وقایع فرانسه رو و جنگ پولی آلمان با فرانسه، در واقع کاملا درست میگه، با آلمان با فرانسه که منجر به کاهش فرانک و اون سقوط شد. اینم یک نوع جنگ، این یه وضعیت طبیعی نیست، یه وضعیتی است که در واقع انگیزه های سیاسی پشتش نشستن، تصمیم گرفتن. اما روسیه هم فاقد امکانات نیست، روسیه امکاناتش بسیار زیاده برای مقابله از طرق دیگه با غرب بحرانی، با غربی که تا خرخره تو بحرانه و عنوان تاوان چپاول چند دهه‌ای گذشته سرمایه مالی حالا با یک چشمانداز 20-30 ساله یه ریاضت اقتصادی روبرو، چه در امریکا و چه در بقیه کشورهای اروپای غربی و حتی ژاپن. این غرب بحرانی هم چندان قدرتی، اون قدرتی رو نداره که بعد جنگ تو جنگای پولی توی جنگای اقتصادی اعمال میکرد. من گمان میکنم که یه جوری باز صفبندی های دوران جنگ سرد، بدون این که حالا اون اسم عنوان رو داشته باشه، داره تجدید میشه. و البته طلا، اون پیشبینی ها در مورد طلا رو شخصا خودم بهش اعتقاد ندارم، به دلایلی که الان مجال توضیح و باز کردنش نیست. طلا ارزش ذاتی داره، همیشه تو این کشمکش ها و پایین بالا شدن های پولی که در نتیجه مانورهای پولی دولت ها صورت میگیره، طلا معیار بوده و هست و هر بار که دچار مشکل شدن مجبور شدن برگردن به این معیار. برای اینکه ارزش طلا رو دولت ها و سیاست ها تعیین نمی کنن، طلا کالایی است که در طول تاریخ به دلیل ارزش ذاتیش به عنوان مبنا، به خصوص به عنوان پول جهانی انتخاب شده و اون یه همچین وضعیتی، اون یه همچین پیشبینی رو نمیشه پذیرفت. اما آنچه که جریان دارد کاملا یک جنگ پولی سیاسی برنامه ریزی شده با انگیزه، نه یه جریان نرمال طبیعی که در فاصله در واقع تأثیر متقابل شرایط اقتصادی تنها بوده باشه. حالا باید ماند، منتظر ماند و دید که آینده چه نشه. در این فاصله که جناب عالی این صحبت رو میکردید، یادم افتاد که باز چند دقیقه قبل از اینکه به جناب عالی تلفن کنم، یکیش رو به یادم مونده که یک اقتصاددان میگفت که فقط روسیه با رزرو پولی که داره، یعنی یادم 450
بیلیون دلار، یک همچه رقم بالایی رزرو داره. اگر قیمت طلا واقعا حتی 200 دلار در اونسم بره پایین، کاری که میتونه پوتین بکنه، حالا اگر بکنه یا نکنه اون داستان دیگه است، ولی اگر بتونه و اگر انجام بده این کار رو، میتونه مقدار زیادی از طلا از مرکز بورس طلا که بهش کومکس میگن مثل این که بخره. و این طلاها معمولا روی کاغذ این روزا خرید و فروش میشه، بخره روی کاغذ و بعد تقاضا بکنه که طلاها رو عملا بفرستن به روسیه. اگر این کار رو بکنه اقتصاد جهان رو میاره به زانو میاره. این یکی مسئله بود که به آدم بود. ولی از این هم که بگذاریم آقای دکتر، با تشکر از شما، سوال آخر یا مقابل آخر باید بگم این است که چند روزه که میشنویم در ایران مبارزه با فساد به خصوص مالی اقتصادی قرار آغاز بشه، مقامات بالا این خبر رو دادن، ولی جزئیاتی ما در اینجا نمیدانیم. اگر جناب عالی اطلاعی دارید یا نظری دارید خیلی علاقمندیم که گوش کنیم. والا شما فرمودید چند روزه که میشنویم مبارزه با فساد مالی، من چند ده هست میشنوم قرار این مبارزه شروع بشه، مبارکی که هر وقت شروع بشه، اما گمان میکنم به طور بالقوه و ذاتی این توانایی، این امکان وجود نداره که با ملک و روزگار موجود وضعیت ما در اون زمین، در زمینه مفاسد مالی تغییری بکنه. در مجموعه این توانایی رو، این چیز رو که با خودش اینطوری مبارزه کنه، من شخصا با عذرخواهی ولی چون این چیزی رو نمیبینم. و هر صورت اگر جایی اراده ای هست، تصمیمی هست برای مبارزه با فساد، امیدوارم از جنس حرفایی که تو این 30 سال زده شده نباشه و این مبارزه صورت بگیره. اما جامعه ایران و بسیاری از کشورهایی که وضعیت شبیه ما دارند، برخلاف کشورهای سرمایه‌داری کلاسیک، وضعی دارند که اینجا اول قدرت میاد بعد ثروت رو میاره. یک بارم یادمه که در این مورد مفصل صحبت کردی. بله، در سرمایه‌داری کلاسیک صاحبان زر، صاحبان زور رو در خدمت خودشون میگیرن، زر و زور از پی هم میاد. اینجا اول قدرت بادآورده میاد و بعد ثروت بادآورده دنبالش. و نودولتانی که به قدرت رسیدند از طریق قدرتشون به ثروت هم رسیدند و طبیعی است که از اون قدرت برای حفظ اون ثروت استفاده میکنند و این از ملزوماتش فساد مالی هم. سربسته عرض کردم، فرصتی هم نیست برای امتحان، اگرم بخوایم بازش بکنیم. و از این وعده ها خوب بوده، امیدواریم که انجام ولی بشه و جدی بشه. ممنونم آقای دکتر، محاله که بگذاریم شما خداحافظی بکنید، مگر اینکه این سوال رو به مناسبت سال روزهای پایانی سال 2014 از شما بکنم. گرچه هیچ کس نمیتونه از جناب عالی یا کسی چشماندازی به صورت غیبگویی داشته باشه، اما به طور کلی ممکنه نظر خودتون رو در مورد چشمانداز آینده، اما از نیمه اول سال 2015 یا نیمه دومش یا سالهای آینده چشماندازی به ما ارائه بدید؟ بله، عرض کنم خدمتتون، همونطور که فرمودید پیشگویی به اون معنا کار ما نیست. نه، ما درس های تاریخ رو هم نمیشه بهش کم بها داد.
و کمکی که این درس ها به ما می کنن، درس های گذشته، برای اینکه ببینیم در آینده چه دینامیزم هایی، چه نیروهایی در کارن، چه انتخاب هایی برامون وجود داره و راه های احتمالی آینده کدام هستن. حضور شما عرض کنم که ببینید ما داریم تاریخ رو زندگی می کنیم، خیال می کنم تو این سالهای اخیر، بله، حرف 4-5 سال اخیر، من با یک نوبت دیگه هم در خدمتون این رو گفتم، اتفاقاتی افتاده که به نظر من جنسش با قبل سالی گذشته متفاوته. بله، فرموده بودید، عصر رو نشون میده. بله، ما داریم تاریخ رو زندگی میکنیم و اون که طی سالهای اخیر اتفاق افتاده خیال میکنم در تمام طول دهه های بعد مؤثر خواهد بود. بله، کسی که قربانی یک سیل شده، دستخوش سیلی شده و سیل رو میبره، فقط حول و حوش خودش و سرنوشتی رو که دچارش شده میبینه. اما کسی که از فاصله و از بالا نگاه می‌کنه، من از درون یه هلیکوپتر ناظر کل صحنه و رویداد باشه، ابعاد متفاوتی از ماجرا رو می‌بینه و بهتر می‌تونه عواقب و آثار این سیل رو تخمین بزنه. کاملا درست. می‌کنم که ما در بطن حوادث، حوادث بسیار به نظر من مهم و تاریخ‌سازی هستیم، یه جور تغییر، یه جور پیچ تاریخی رو داریم طی می‌کنیم که چون در بطنش هستیم همشو نمیتونیم ببینیم، از فاصله بهتر اینا دیده میشه. در گذشته، در گذشته نه چندان دور، سه تا الگو عمدتاً دنیا رو اداره میکرد. چند دهه تکامل مسالمت آمیز بدون اینکه اتفاق مهمی بیفته، بعد از جنگ دنیا طی کرد. یه الگو خب الگوی سرمایه‌داری غرب بود، اروپا، امریکا و حوزه ژاپن. یه الگو بلوک شوروی بود، بله، یه اروپای شرقی و کشورهای دیگه که با اون الگو اداره می شود. یه الگو هم کشورهایی بودن که بعد از جنگ با جنبش‌های رهایی بخش ملی به استقلال رسیده بودن، مستعمرات سابق عمدتاً در آسیا و افریقا و بعضاً در امریکای لاتین، که شوروی فروپاشید. بله، جنبش‌های رهایی بخش ملی هم به هدف‌هایی که وعده داده بود نرسید. امروز از اون رهبران جنبش های رهایی بخش ملی بعد جنگ در مستعمرات سابق و از اون سیاست ها و اون سیستم ها کم تر اثری هست. کاملا درست. سومی یعنی الگوی سرمایه‌داری هم به نظر من تو سراشیبی هستی باشی. بحث من بحث تا صبح روز دوشنبه نیست. درسته، میدونم. بحث زمان تاریخی، ولی این بحران روز به روز تشدید شده و امروز حتی کسانی که معتقد به حفظ پایه های این نظام بودند، کسانی که معتقد به نظام سرمایه داری بودند، دارن هشدار میدن به قول خودشون که ما به طرفی آینده اپوکالیپتیک آخر دنیا در حرکت هستیم و باید فکری کرد. اینه که این سه تا الگویی که تو قرن بیستم دنیا رو اداره میکرد، هر سه، شاید این آخریشه، اون دو تای بعدی باشید، اینم خواهد باشید و من گمان می کنم تمام اوضاع و احوالی که الان هست، بحران اقتصادی، فواصل طبقاتی، مشکلات زیست محیطی، دیگه داستان استثمار انسان، از انسان فقط نیست، بعد انسان سرمایه سراغ دنیای حیوانات رفت، سراغ دنیای نباتات رفت، برای تبدیل همه چیز به کالا و استخراج سود از همه چیز سراغ محیط زیست رفت، سرمایه داری این کره خاکی که زیر پای بشر هست رو هم به نابودی داره تهدید میکنه. کاملا صحیح. من گمان میکنم همه این آثار و نشانه ها واقعیات جاری نشان میده که این وضع دوام آوردنی نیست. به اتفاقا ما الان داریم مرحله ایش رو طی میکنیم که به نظر من نقطه عطف و یکی از پیچهای تاریخی است. امیدواریم که این به یک آینده بهتر برای کل بشر منتهی. من همچنین امیدی دارم و فقط همین رو خدمتتون عرض کنم که من الان 31 سال هست که در
تگزاس هستم، در همین مرکز تگزاس، شهر آستین، در حومه آستین. دو بار در چنین روزی در که پاییز تمام شد و وارد زمستان شدیم، در همین نزدیک کریسمس در شهر آستین ما برف دیدیم و حداقل حالا اگه برف هم نباره، بارندگی باران و هوای سرد در تگزاس، هوای تگزاس بسیار مشابه هوای تهرانه که در واقع زمستان سرد میشه. امروز آقای دکتر زرافشان، حالا علاوه بر این که باران، من اصلا یاد ندارم که چند ماهه اینجا باران نیامده، علاوه بر این درجه حرارت رو خدمتون عرض بکنم که امروز نشسته بودم طبق معمول که کار میکردم و اخبار رو اینا رو تماشا میکردم پشت کامپیوتر، هوا به قدری گرم شد که مجبور شدم برای 2 ساعت کولر روشن کنم در خانه. ببینید بر سر محیط زیست چه دارن میارن. حالا کالیفرنیا که اصلا از بیابی و بیبارانی و زراعت عظیمی که داشته اصلا نابود داره میشه، و بقیه کشورهای جهان، حالا من نمیدونم هوای ایران و تهران چطوره، ولی قصه همین قصه است. بله همین قصه است. بله بله در کلیتش همینه. همین این است که این گونه هم محیط زیست رو که از همه مسئله مهمتره این گونه دارن نابود میکنن. به هر صورت از لطفتون بی نهایت متشکرم آقای دکتر که وقتتون رو به ما دادید. امیدوارم که سالم و سربلند و شاد باشید شما و همه کسانی که از طرف شما صدای ما رو می‌شنوند. تشکر میکنم ازتون. روز و شب خوبی رو شما و هممیهنان گرامی در ایران و مخصوصا مردم محروم و ستم دیده در ایران داشته باشید. متشکرم آقای دکتر. هممیهنان گرامی، توضیحی که باید بدم این هست که بر روی سایت جدید hasibi.com انتظار نداشته باشید که مثل سابق دائم تمام فیلم های خبری که پیدا میشه، نمیدونم مقاله های انگلیسی بیشمار، مقاله های فارسی بیشمار، اینها رو دیگه برنامه من هست که مثل اینکه الان اگر روی سایت مراجعه بکنید واقعا فیلم های کوتاه خبری بسیار مهم، مثلا در مورد همین قیمت نفت، در مورد قیمت طلا، مسائلی که مربوط میشه به اقتصاد، و اونها هم تازه نه همشو، بعضی ها رو میگذارم روی سایت، ولی به جای اون بالاخره من هم تجارب تلخ و شیرین که بیشترش تلخ بوده متاسفانه در امریکا داشتم که اینها رو دارم می نویسم خدمتون. بسیاری جاهاش رو واقعا نمیشه نوشت. هم اکنون بخش دهم رو که مشغول نوشتنم، باور بکنید دو بار کامل گذاشتم کنار، از سر نو نوشتم. بر سر مسئله ای دارم صحبت میکنم، مینویسم که واقعا خیلی هم سخته برام، ولی از خودم میپرسم که آیا بنویسم ننویسم. به هر صورت تصمیم گرفتم که بنویسم، ولی بسیار با مدرک، بسیار با احتیاط خواهم نوشت و امیدوارم که مورد قبول شما واقع بشه. ضمناً جایی نبود که این مقاله هایی که تا حالا نوشتم، مطالبی که شرح حالی باید بگم که نوشتم، تا حالا یک جا وجود داشته باشه. همکنون بر روی سایت hasibi.com وجود داره این. یعنی من قبل از اینکه بخش دهم رو در روی hasibi.com بگذارم،
بر روی سایت اشتراک وردپرس اشتراک خواهم گذاشت، چرا که از شماره اول همیشه این رو درج کرده سایت اشتراک و من هم این وفاداری رو متقابلا جواب میدم. اول اونجا چاپ میشه، درج میشه و بعد میاد در روی hasibi.com آرشیو میشه. اینها اگر نظرات دیگه، پیشنهادات دیگه دارید بسیار خوشحال میشم که بشنوم از شما. من هیچ چیز پنهان ندارم پهلوی کسی و همینطوری که در اول همین نوشته شماره 10 دارم می نویسم، آن چیزی که در طول این نوشته ها به شهادت می گیرم وجدان پاک خودمه که بهش اطمینان دارم. از همه زوایا به این وجدان که این قلوب نیست، افتخار نمیدونم هست یا نیست، غافل از این حرفا، به وجدان خودم بسیار اعتماد دارم و وجدانم رو به شهادت میگیرم که به جز راه مردم راه دیگری هیچ وقت نخواستم برم و تحمل شدائد زیاد کردم، به خصوص در بیش از نیمی، یعنی الان حدود 60%، 70، نزدیک 70% از عمر تاکنونم من در خارج گذروندم. متاسفانه آمده بودم که برگردم و اینجا ماندنی شدم. به هر صورت بسیار پشیمونم که به امریکا آمدم، بسیار پشیمونم. حالا سلطنت طلبا میگن که خب ولکن برو. خب بله ولکنم برم به ایران که کمدرفی میکنید. بنده اگه میتونستم رفته بودم، ولی مگر اینکه کسی بخواد عمدی سرش رو به باد بده اون وقت ممکنه، ولی من چنین قصدی ندارم و میخوام که زنده باشم تا جایی که ممکنه و خواهم بود. امیدوارم در خدمت شما عزیزان. شماره تلفن من هست در امریکا 512-850-0070. اگر امری دارید، اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، اعتراضی دارید، خیلی خوشحال میشم که بشنوم. ضمن اینکه ایمیل های پیشین همه کار میکنه، hasibi@chebayadkard.com یا info@chebayadkard.com، همه ایمیل هایی که داشتم و دارم کار میکنن. شب و روز شما عزیزان هر کجا که هستید خوش باد. زنده باد استقلال، زنده باد آزادی و زنده باد عدالت اجتماعی در ایران فردا و در سراسر کره زمین. روز و شبتون خوش عزیزم.